ایالات متحده آمریکا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چی نقش داشت و حکومت آینده افغانستان را چگونه همراهی خواهد کرد؟ جهت بررسی موضوع خواستیم با محترم عباس کاموند، یکی از سخنگویان سفارت ایالات متحده آمریکا در کابل که هم اکنون از طریق اسکایپ با ما به تماس هستند صحبت داشته باشیم. آقای کاموند سلام، تشکر از وقت شما. واکنش ایالات متحده را در آغاز میشه از شما پرسان بکنیم. شما شنیدین که آقای اشرف غنی احمدزاده سوی کمیسیون مستقل انتخابات برنده انتخابات ریاست جمهوری اعلام شد. ایالات متحده آمریکا واکنشش در برابر برنده شدن آقای اشرف غنی در این انتخابات جنجال برانگیز و یا هم جنجال دار چی است؟ دولت ایالات متحده آمریکا و سفارت آمریکا هر دوی ایره یک روز تاریخی بزرگ برای مردم افغانستان میدانه و این یک روز است که برای اولین بار قدرت در افغانستان از طریق دموکراتیک و مشروع انتخاب پیدا میکنه. در رابطه با انتخاب آقای اشرف غنی به عنوان رئیس جمهوری آینده افغانستان، این انتخاب مردم افغانستان است و ما به انتخاب مردم افغانستان عمیقا احترام قائل هستیم و با دولت آقای اشرف غنی احمدزی یقینا در همکاری نزدیک قرار خواهیم داشت. آقای کاموند، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان زیر سایه تقلب یا هم ادعای تقلب قرار داشت و امروز هم کمیسیون مستقل انتخابات نتیجه دقیق و یا هم آمار دقیق از آرا را اعلام نکرد. علت عدم اعلام آرای دقیق از سوی کمیسیون مستقل انتخابات شما چگونه می‌بینید و آیا مشروعیت ریاست جمهوری آقای اشرف غنی احمدزی ایالات متحده آمریکا چگونه بررسی می‌کنه در آینده؟ نباید فراموش بکنیم که انتخابات افغانستان بلخاصه انتخابات دوری دوم با چالش های بزرگ همراه بود و کمک جامعه جهانی و همکاری هر دو ستاد انتخاباتی به شمول سعی و تلاشی بیش از حد کمیسیون مستقل انتخابات سرانجام این مسئله را به یک راه حل مشروع و قانونی رساند. شما یقیناً ایره میدانین که در هیچ تاریخی که ما در این منطقه داریم هیچ انتخاباتی 100% مورد شمارش دوباره قرار نگرفته و پروسه یا جریانی اجازه بتین پروجریانی این تفتیش خیلی دقیق زیر نظارت متخصصین بین‌المللی و ملل متحد بوده. مردم افغانستان میلیون ها انسان افغانی جرأت و شهامت کردن، بر رغم تهدیدات امنیتی رفتن رأی خود را به صندوق ها ریختن و رئیس جمهوری آینده خود و دولت آینده خود را تعیین کردن. در رابطه با اینکه چگونه نتیجه انتخابات بالخاصه نتیجه تفتیش آرا اعلان شده مسئله است میان کمیسیون انتخابات، میان هر دو ستاد انتخاباتی و دولت جمهوری اسلامی افغانستان و ما در این مورد چی نداریم. با معذرت چون وقت کوتاه است، من میخواستم سوال دیگه خودم مطرح بکنم. موافقتنامه ای که امروز بین دو کاندید امضا شد، آیا از طرف ایالات متحده آمریکا آماده و پیشنهاد شده و یا خیر؟ دولت ایالات متحده آمریکا، سفارت ایالات متحده آمریکا با هر دو ستاد انتخاباتی در پروسه بحث روی دولت آینده شریک بوده. ما بحث‌ها و مشوره‌های طولانی داشتیم. شما پنهان نیست که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دو بار در افغانستان مسافرت کرد. آقای رئیس جمهور اوباما چندین بار با کاندیدها تماس های تلفنی داشت و سفیر ما آقای جیمز کنینگهام در اینجا همیشه در با کاندیدها، با آقای اشرف غنی، با آقای عبدالله در تماس بودند و در بحث و مذاکره ما فقط تانستیم زمینه را مساعد بسازیم تا تانستیم در این مورد برشان مفید واقع شیم. ولی به هر حال آنچه که ما تاکید میکنیم این پروسه افغانی است. هر دو ستاد انتخاباتی هیچ وقتی از جریان آغاز انتخابات تا کنون هرگز به این مورد به طرف یکدیگر به عنوان متخاصم نظر نکردند، بلکه به عنوان رقیب های انتخاباتی بودند و اینا یقینا همکاران خوبی در آینده دولت افغانستان خواهند بود. آقای کاموند جهان، سپاس از وقت شما. تشکر از وقتتان. تشکر از شما.